خانم لاله بازرگان الان مقابل در دادگاه حمید نوری هستیم و روز دوم بخش اولش تموم شد. خب شما روبرو شدید با حمید نوری، چه حسی داشتید وقتی اون رو میدیدید از نزدیک؟ در حقیقت من خیلی خوشحالم، یعنی خیلی خوشحالم که حمید نوری مجبور شده که بشینه و به عکس مادران خاوران نگاه کنه، به خاوران نگاه کنه و سند جنایتش رو ببینه، ببینه که با ما چه کرده. یک روز بزرگی برای ما، فکر میکنم که عدالت داره برقرار میشه بعد از سالها. الان یادم نمیاد که یکی از نویسندگان بزرگ گفته که راه به عدالت پر از جنازه های عزیزان ماست ولی در آخر به عدالت میرسیم. و امروز همش داشتم تو این دادگاه این به این فکر میکردم، همه موها سفید شده، سالها گذشته، اما ما بالاخره به عدالت میرسیم. من که امیدوارم. چه حسی داشتید وقتی این عکس رو مقابل حمید نوری گذاشته بودین در دادگاه؟ حس خیلی خوبی داشتم. من دنبال انتقام نیستم، در واقع نمیدونم، حالا من این رو به صورت خصوصی میگم بهتون که شاید بعضی هم ناراحت شن، من دنبال حقیقت هستم. یعنی برای من چه بلایی سر، یعنی در واقع این حمید نوری پیچ و مهره این جنایته. آره مظهر شر هست، احساس میکنم که مظهر شر هست، ولی حالا مثلا چی کارش کنن؟ 20 سال بندازنش زندان، به سرنوشت برادر من تغییر نمی کنه، به این رنجی که ما این سالها کشیدیم تغییری نمی کنه. من نمیخوام انتقام فردی از حمید نوری بگیرم، برای من تمام این پروسه مهمه، برای من رسیدن به حقیقت و عدالت مهمه و فکر کنم این شروع راه ماست برای اینکه ابراهیم رئیسی پاسخگو بشه و علی خامنه‌ای و همه اونایی که در این جنایت سهم داشتن باید پاسخگو باشن، باید جواب بدن که چه کردن، باید مسئولیتش رو بپذیرن. یعنی دیروز که انکار کرد من خیلی ناراحت شدم، گفتم که این یعنی واقعا نمود جمهوری اسلامی که مرتب انکار میکنه، بعد از 33 سال داره جنایت رو انکار میکنه، ولی در یک لحظه تاریخی باید این مسئولین مسئولیت این جنایت رو بپذیرن که ما به یک پروسه عدالت برسیم، که این جنایات، یعنی من مخالف دیگر اندیش کشی هم، من میخوام این اندیشه که دیگری اون دیگری رو باید کشت در ایران خاتمه پیدا کنه و فکر کنم این پروسه شروع این راهی که به نظر من خیلی راه بزرگ و مهمیه. از نظر من این مهمه، وگرنه اون چه که به سر حمید نوری میاد زیاد برام مهم نیست، ولی این نظر شخصی منه. حالا خانواده ها باز نظرهای متفاوتی دارن. روند دادگاه رو چطور میبینید؟ روند دادگاه خیلی خوبه الان تا اینجا که به نظرم خیلی خوب از تمام مستندات موجود اینها استفاده کردن، از تمام الان امروز این مورد آخرین یک ساعت آخر، چون ساعت اول این مشکل بود راجع به مجاهدین و این عملیات و اینا خیلی پیچیدش کردن، ولی این قسمت دوم آخر یک ساعت آخر راجع به مثلا چیزایی بود که استفاده کردن از بیشتر گزارش هایی که تا کنون تو این 30 سال، یعنی این دستاورد ما 33 سال، همه این چیزا مکتوب شده. بنیاد برومند شروع شد با خواهران برومند که این گزارش مهم رو جفری رابرتسون نوشت و بعد امنستی اینترنشنال. اصلا این گزارش، من توی یکی مصاحبم با رادیو فردا گفتم که من وقتی که رفتم به اداره پلیس، اینها اسرار به خون ناقشتر رو تو دستشون داشتن که مال امنستی، و از من پرسید امنستی رو میشناسی، گفتم بله، و توی این گزارش عکس برادر من هستش، عکس برادر من رو گذاشت جلوم، من فورا نشون دادم 5 نفرن ظاهرا در سال نمیدونم دقیقا 67 بوده یا 68، آیا من فکر میکنم 67 بوده ولی لادم میگه 68 بوده، به هر صورت اینها 100 نفر نام مشخص بوده که چه بلایی سرشون اومدشون. ما مرتب نامه میدادیم به همه جا و گالیندوپول 100 نفر، چون گالیندوپول گزارشگر کمیسیون حقوق بشر بوده برای ایران، گالیندوپول 100 نفر رو دیگه مشخص بوده که کشته شدن، نامشون رو میفرسته به دادگستری، یکی از اینا برادر من بوده، بهش میگه که خانواده های اینها نگران جانشون هستن، اینها رو چه کردین، ما نگرانشون هستیم. اونها جواب نمیدن به بیشتر اسامی و فقط 5-6 نفر جوابی پرت و پلا میدن، یکیش جوابی که برای برادر من نوشتن، گفتن که فرار کرده و در واقع اینا گفتن ما آزاد کردیم، در واقع اینا گالیندوپول رو فریب دادن، چون یه عده‌ای رو آزاد کردن مرتب دروغ میگفتن، میگفتن ما اینها رو آزاد کردیم.
و این رو گذاشت جلوی من، گفتش که میشناسی، چون همین چند نفری که جواب دادن من برادرم نشون دادم تو تیپ، گفتش که این فوراً برادرش رو شناخت. حالا نمیدونم، شاید به حمید نوری عکس نشون دادن، نمیدونم چرا این کار کردم، ولی به هر صورت منظورم اینه که گزارش کمیسیون، گزارش عفو بین الملل به عنوان یک سند در دست این است. تمام این چیزهایی که نوشتیم، ایران تریبونال، همه این اسنادی که جمع کردیم در طی 33 سال استفاده کردن دادستان برای اینکه این پرونده رو بسازه، و این گام بزرگی به نظر من. من میخوام در مورد مادران خاوران بگم، سیامک که واقعا جاشون خالیه، امروز این روزها نیستن در کنار ما که ببینن، ولی یادهاشون در ذهن ما هست. دیروز آقای سیامک نادری یه صحبت جالبی میکرد، میگفت اون زمان که ما در زندان بودیم، نه وکیل مدافع داشتیم، نه خبرنگاری دنبال کار ما بود، نه هیچی، فقط مادران دادخواه ما بودن که دنبال کار ما بودن، و این مادران کار بزرگی رو کردن 33 سال. یعنی در واقع امروز دادستان هم گفت اولین موردی که اشاره کرد به مادران خاوران بود. اینها این پرونده رو ساختن و من دلم میخواد از مادر سرحدی و مادر لطفی یاد کنم. مادر سرحدی، مادر منوچهر سرحدی که واقعا زن بزرگی بود، سرمشق من بود، مادر مقاومی بود و همیشه در خاوران حضور داشت، یادش شاد.